امروز می خواهیم روش کار و ساختار شیرهای کلگاوی رو با همدیگه بررسی کنیم شیرهای کلگاوی در سخت گیرهای رزینی کاربرد بسیار زیادی دارند همونطوری که میبینید وقتی که گپ روی شیر کلگاوی رو برمیدارید اهرام به راحتی میتونه حرکت بکنه در حالت عادی این گپ فنری که روی گپ هست باعث میشه این اهرام به سختی حرکت بکنه سه مسیر برای اهرام وجود داره مسیر واش مسیر رزین و مسیر ران اگر به داخل شیر کلگاوی نگاه بکنید شما چند مسیر رو برای عبور جریان آب میبینید با چرخوندن شیر کلگاوی مسیر عبور جریان آب رو عوض میتونید بکنید و در قسمتی که شما بر روی رزین میذارید و شستشو رو انجام میدید از سیستم ونتوری کلگاوی استفاده میکنه و شما میتونید با جریان آب باعث بشید که آب نمکتون از مخزن کشیده بشه که جریان ونتوری رو قبلا تو فیلم های دیگه توضیح دادیم مشکلات شیرهای کل گاوی یکی از مشکلاتشون توی این نقطه است توی زمان و کارکرد طولانی مدت تفلون هایی که باعث آببندی هر مسیر میشن خورده میشن خوردگی این تفلون ها باعث میشه که شیر کلگاویتون از آب بندی در بیاد و مسیرهای مختلف عبور جریان آب به همدیگه راه بدن و نتیجهش اون میشه که باعث میشه شما راندمان مناسبی نداشته باشید همینطور واشره این شیرهای کلگاوی واشر شیرهای کلگاوی اگر جنس نامرقوب باشه خیلی زود خورده میشه خوردگی این واشر باعث میشه که این مسیرها به همدیگه راه میدن همینطور بعضی از شیرهای کلگاوی به دلیل تراشکاری نکردن درست میتونید ببینید تو تصویر باعث میشه که مسیرهای مختلفشون به همدیگه راه بدن این مسیرها وقتی به همدیگه راه میدن باعث میشه راندمانتون به شدت کاهش پیدا بکنه وقتی که از شیر استفاده میکنید میبینید دبی مورد نظرتون رو ندارید پس نتیجهش اینه که سختگیرتون به درستی کار نمیکنه هر وقت فشار آب شیر کل کاهش پیدا میکنه مکش نمک کاهش پیدا میکنه یکی از دلایلش میتونه از قسمت واشر یا تفلون ها یا مسیرهای عبور جریان آب باشه که میتونه به علت تراشکاری نامناسب باشه این سه تا عامل اصلی عوامل اصلی خرابی این شیرها هستند این شیرها دارای کارکرد بسیار ساده و با قابلیت اطمینان بالایی هستند